Pedro. Not everything goes as planned. Get your peace of mind with Inchiffin Travel Insurance. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز که شنونده و بیننده برنامه ما هستید. عرض سلام خاص دارم و اینکه آرزو دارم در هر جا که هستید سلامت و شاد و تندرست باشید. بار دیگر سعادت هست نگاهی به انواع بیمه و سرمایه گذاری در خدمتون باشم و این برنامه سعی داره در زمینهای مختلف بیمه و سرمایه گذاری های سکیور بتونه مطالبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بده. در برنامه قبل راجع به بیمه عمر صحبت شد، انواع و اقسامی که وجود داشت و میتونید شما با توجه به شرایطتون، نیازتون و توانتون انتخاب بکنید. این انتخاب رو من اعتقاد دارم باید این مشاور مالی، مشاور بیمه در واقع تشخیص بده، نه اینکه شما نتونید تشخیص بدید، بلکه با توجه به شرایطتون که شما به درستی اعلام میکنید بهترین راهکار رو به تبع مشاور مالی و بیمه میتونه در اختیار شما بذاره. در شرکت ما هم به همین صورت این امکان وجود داره و ما خوشحال میشیم که قبل از هر چیزی شنونده نیاز شما باشیم، با توجه به توان شما بتونیم به درستی راهنمای شما باشیم. از اینکه میگم به درستی راهنمای شما باشیم، خیلی وقتا دیده شده که افراد دقت کامل ندارن، گاهی مطالبی رو از دیگران میشنوند، خوب بد نسبت به یه چیزی، بدون در نظر گرفتن اینکه موضوع خودشون، موضوع نیازشون چه چیزی هست، از شرایط سنی گرفته، جنسیت گرفته و سلامتیشون گرفته، هیستوری پزشکیشون گرفته، نیازشون به عبارتی گرفته، نیاز FNA یا Financial Need Analysis بسیار نکته مهم در این قضیه هست. نگاه این که ما در زمان کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت چه چیزی رو باید به دنبالش باشیم، اگر به افرادی در واقع تعلق خاطر داریم، متعهد هستیم، چه در واقع بچه ها و چه بزرگترها، این برای ما لایبیلیتی به وجود میاره، برای ما مسئولیت به وجود میاره که ما بهتر اینها رو در نظر داشته باشیم. یک مشاور مالی سعی داره به این نکات ریز دقت بکنه، با توجه به درآمد شما، با توجه به تکس شما، با توجه به تعهدات شما، با توجه به دورنمایی که پیش بینی میشه از نظر آنچه که در زمان بازنشستگی میتونیم دنبالش باشیم، اینها رو در نظر بگیره. اینکه بیشک هر کسی دنبال اینه که کالایی که میگیره، سرویسی که میگیره از نظر قیمت بهترین نرخ داشته باشه شکی نیست و به تبع ما هم این یکی از فاکتورها و پوینت های ما هست، المانت هایی هستش که سعی داریم که بهش توجه کنیم و در اختیار مشتری قرار بدیم. ولی نکته مهم اینه که واقعا ما دنبال چه چیزی هستیم. بیمه عمر مدل های مختلفی داره، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که بیمه عمر اگر به طور مثال پرداخت سریعش رو میگیریم برای همه مناسب باشه، به طب نمیتونه اینجوری باشه. اگر یک کسی از نظر مالی، توان مالی اجازه نمیده بهش که چنین توانی داشته باشه، بایستی با توجه به شرایطش قدم برداره. توصیه ما اینه که هیچگاه فراموش نکنید توان مالیتون رو در نظر داشته باشید، بیش از توان مالی قدمی بر ندارید، چه در مورد سرمایه گذاری، چه پروتکشنتون، بیمه‌ای که اختیار میکنید. در بیمه ها خیلی وقتا افراد به امید این که در آینده میتونن سرمایه گذاری خوبی داشته باشن، بدون در نظر گرفتن اون فاند، اون ریسک، اون پلن اقدامی میکنن که این میتونه مناسب نباشه. ما در شرکتمون سعی بوده و خواهد بود که بتونیم
در واقع به درستی سناریوی شما رو، نیاز شما رو، صورت مسئله رو به عبارتی بفهمیم و راهکار مناسبی رو با توجه به توان مالیتون در اختیارتون بذاریم. لطفاً به یه میان برنامه توجه بفرمایید. How wide does it have to spread before you take notice? Protect yourself with Inchofin Insurance. خب راجع به بیمه عمر وقتی صحبت میشه، افراد خب میدونن که قراره در صورت خدای نکرده فوت این پرداخت میشه. اینجایی که میگم خدای نکرده به خاطر فرهنگمونه، در هر حال ما میدونیم هر بیمه یه کاربردی داره و اگر اعتقاد داشته باشیم که ما برای عزیزانمون چه دقت نظری میتونیم داشته باشیم، یکی از راهکارهای مناسبی میتونه باشه که نخواهیم تعهدات خودمون رو به گردن کسی بندازیم. اولین فکر میکنم هدف هر شخصیه که میخواد بیمه عمر داشته باشه. بعد از اون هم مسلماً میتونه سرمایه گذاری مناسبی هم باشه. اگر قرار ما به نسل بعدمون، به کسانی که اعتقاد داریم برامون عزیز هستن، در صورت نبود خودمون اونها بتونن پوشش مناسبی رو داشته باشن، پوشش مناسب از نظر مالی. در بیمه های عمر، حالا به شکلهای مختلفش، حتی شما میتونید گاهی از بیمه های کمکی هم داشته باشید. بیمه های کمکی یعنی چی؟ به نام رایدر اینشورنس میتونید داشته باشید. اگر شما این که دارید بیمه عمر میگیرید که در هر شرایطی اگر فوتی حادث میشه، در واقع بازمانده پولی رو تصاحب میکنه، معاف از مالیات، این میتونه این اتفاق شکلهای مختلفی باشه. به تا وقتی بیمه عمر خوبی داشته باشیم، هر نوع اتفاقی که منظور فوته در هر نقطه از مکان و زمان قرار بنابه اون پالیسی بتونه پوشششو داشته باشه. حالا گاهی وقتی از بیمه کمکی استفاده میشه، نظیر به طور مثال بیمه‌ای که بتونه از در خصوص اکسیدنت دد این پوششو بده، میتونه یه پوشش اضافی برای شما فراهم بکنه با پرداخت بسیار ناچیزی، که معمولا تو بعضی از سنین این در حد $50 در سال میتونه باشه برای یه مقداری در حد $250,000. اینو به شرطی میدن که فرد بیمه گرفته و این رو به عنوان رایدر یا به عنوان بیمه کمکی میتونه تو بیمهش الحاق کنه داشته باشه. خب این خیلی مؤثره، برای اینکه اگر خدای نکرده فوتی صورت بگیره که در صورت اکسیدنت باشه، جدا از اینکه بیمه اصلی خودش اگر به طور مثال $500,000 داشته باشه و اینجا هم اگر مکزیموم $250,000 قرار بیمه اکسیدنت دد داشته باشه، عملا $750,000 میتونه دریافت بکنه. این در واقع نکته مهمیه. گاهی این اکسیدنت میتونه موجب قطع عضو بشه، یعنی فرد فوت نمیکنه و قطع عضوی به وجود میاد. این که در کدوم از قسمت از اعضاش این قطع عضو به وجود میاد، در بیمه نامه بنا به اون عضو نرخ‌های متفاوتی رو تا سقف 200% بیان میکنه. خب به تبع ما بیمه عمر گرفتیم، ولی این امکان رو در بیمه‌مون به خاطر بیمه کمکی لحاظ شده و داریم که موجب میشه که با پرداخت ناچیزی بتونیم رقمی رو در واقع ضمن اینکه به عنوان پرمیوم پرداخت میکنیم بتونیم پوشش داشته باشیم. در سنین مختلف افراد اگر اکسیدنتال دیسممبرمنت میگیرن، معمولا در حد همونجوری که عرض کردم $45 $50 پرداخت میشه، و اگر اکسیدنت دد اند دیسممبرمنت باشه، به این شکل اگر باشه، اون موقع بنا به سنشون، بنا به مقدار کاورجشون که عموما باز هم میتونه حد اکثر $250,000 باشه، میتونه پرمیوم های مختلفی رو داشته باشه که به عنوان یه بیمه کمکی به بیمه اصلی میتونه متصل بشه.
دیگر موارد دیگه میتونه باشه که مربوط به شکستگی هست، فرکچر. این فرکچر پروتکشن موجب میشه اگر ما شکستگی در عضوی از بدنمون داشته باشیم، استخوان‌های بدنمون از نوک انگشت تا جمجمه بتونیم پوششی داشته باشیم در تا سقف $5,000 عموما، و این هم میتونه به عنوان یک بیمه کمکی باشه. گاهی افراد برای بچه‌شون این امکان رو لحاظ میکنن، یعنی بیمه کمکی میگیرن. بیمه های کمکی به تنهایی صادر نمیشن عموما، گرچه این امکان هست، ولی از اونجایی که وقتی که متصل میشن به بیمه اصلی، شما هزینه کمی رو پرداخت میکنید یا به عبارت کمتری رو پرداخت میکنید و یک پوشش جانبی رو هم دارید. در بعضی از این موارد در صورت ناتوانی جسمی به عبارت disability موجب میشه که پرمیوم یا حق بیمه‌ای که پرداخت میکنیم طبق مفاد پالیسی البته موجب میشه که معافیت به وجود بیاره و فرد دیگه پرداخت نکنه. در بعضی از این موارد میتونه حتی یک اینکام پروتکشن بده، ولی در بعضی از این بیمه های کمکی ما باید دقت کنیم داریم چه چیزی رو میگیریم. گاهی این نشه که موجب یک محدودیت برای ما به وجود بیاره، پس مشاور مالی ما، مشاور بیمه ما میتونه اینها رو در نظر داشته باشه. ما در شرکتمون این رو با دقت نگاه میکنیم. گاهی صلاح هست، گاهی صلاح نیست. گاهی بهتره که وقتی پروداکتی میگیریم، وقتی بیمه اختیار میکنیم مستقل باشه. چرا؟ چون ما قرار فلکسیبیلیتی داشته باشیم، ما قرار بتونیم این امکان رو داشته باشیم که در طول زمان، در آینده بتونیم تغییراتی رو منحصر به فرد تو بیمه‌مون داشته باشیم. از اینکه گاهی ما با یک پالیسی و کمتر پرداختن حق پالیسی فی بتونیم دو نفر رو در بیمه‌مون داشته باشیم ممکنه گاهی مناسب باشه، گاهی هم ممکنه مناسب نباشه به اعتقاد من. چون من فکر میکنم که این که از نظر حقوقی دقت شده باشه، بیمه مستقل باشه، پالیسی نامبر جدایی داشته باشه و به تب بتونه در زمان نیاز به راحتی بتونیم به این تغییرات دسترسی داشته باشیم و بتونیم دسترسی بدیم بدون اینکه بیمه ناممون دچار خدشه بشه، نکته بسیار مهمیه که بایستی بهش دقت بشه. در Cover for You که به عبارتی وبلاگ ما هست، به زبان فارسی هست، سعی شده و میشه هر هفته مطالبی رو در اختیار شما قرار بده. ما سعی داریم با education، با اطلاعات، با معلومات مشتریامون رو، مخاطبینمون رو آگاه کنیم که چه چیزی رو دارن اختیار میکنن و چه چیزی رو دارن نیاز میتونن داشته باشن و راهکار مناسبش رو وقتی که به ما میرسن ما بنا به توان مالیشون، بنا به نیازشون در اختیارشون میذاریم. به تب نمیتونه مطالب وبلاگ ما به عنوان همیشه یک نسخه واحد برای همه باشه. اطلاعات جنرال هست، اطلاعات عمومی هست و سعی میشه و زحمت کشیده میشه جمع‌آوری بشه، ترجمه بشه، در اختیار شما قرار داده بشه، چون وظیفه خودمون میدونیم و در کنارش سعی داریم با مشاوره و در اختیار قرار دادن اطلاعات درست بنا به نیاز فرد بتونیم اگر بیزینسی هم میخواییم بکنیم به درستی باشه. لذا خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. تلفن های ما در زیرنویس برنامه هست. اونهایی که در ایران هستن به دلایلی که نیاز هست بیمه هایی که ما ارائه میدیم، همونجور که میدونید ما در اقصا نقاط دنیا در بخش تراول فعالیت میکنیم به شکل بسیار پروفشنال و در بخش های دیگر در نورث امریکا